سرخط خبرها. کنفرانس بین المللی ژنو برای کمک به افغانستان. جامعه جهانی تا کنون تعهد داده بیش از 6 میلیارد دلار در 4 سال آینده بپردازد. هشدار رهبر ایران درباره مذاکرات احتمالی با آمریکا. آیت الله خامنه ای میگوید مذاکره برای رفع تحریم را یک بار امتحان کردیم و نشد. یک فرمانده سپاه در سودای ریاست جمهوری. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. و هشدار درباره احتمال تبدیل شدن افغانستان به قطب تولید مواد مخدر صنعتی. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. برنامه اصلی کنفرانس ژنو برای کمک به افغانستان در حال برگزاری است. در نشست امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان صحبت کردند، از جمله وزرای خارجه ایران و پاکستان. کنفرانس دو روزه ژنو با هدف جلب کمک‌های جهانی برای افغانستان در 4 سال آینده برگزار می‌شود. وزارت مالیه افغانستان گفته کشورهای شرکت کننده تا اینجای کنفرانس به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلار کمک متحد شدند. فؤاد مسیحا گذشت بودند. چشم میلیون ها افغان امروز به اینجا دوخته شده. دومین روز از کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان. امروز نمایندگان جامعه جهانی تعهدات مالی و حمایتشان از دولت افغانستان را 4 سال دیگر تمدید کردند. تعهداتی که در بیم و امید این روزهای افغانها و چشمانداز مبهم جنگ و صلح حیاتی به نظر می رسد. کنفرانس ژنو در حالی برگزار شده که از یک طرف شورشیان با افزایش حملاتشان به اهداف شهری جنگ را تا مرکز کشور کشاندند و از طرف دیگر خبرهای دلگرم کننده ای از دوحه درباره خروج مذاکرات صلح از بن‌بست به گوش می رسد. شاید به همین دلیل هم صلح و پایان جنگ محور اصلی در صحبت همه شرکت کنندگان کنفرانس بود، چه مقام های افغان چه نمایندگان جامعه جهانی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که مانند خیلی دیگر از مهمان ها به صورت مجازی در این نشست شرکت کرده بود، بخش اعظم سخنانش را به دفاع از تلاش های دولتش در راستای صلح اختصاص داد، از جمله درباره آزاد کردن بیش از 5000 زندانی عضو طالبان که به گفته او بسیاری از آنها مرتکب جرایم جدی شده بودند. علاوه بر آن حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته که به گفته او قربانی های زیادی برای آن داده شده. مهمترین خواسته افغان ها چیست؟ صلح. ما یعنی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی بر سر افغانستانی مستقل، متحد و دموکراتیک توافق داریم. افغانستانی که با خودش، منطقه و جهان در صلح باشد، قادر به حفظ و گسترش دستاوردهای دو دهه گذشته باشد. اینها نه تنها مهمترین بخش‌های مذاکرات با طالبان است، بلکه مهمترین بخش تلاش‌های ما در داخل دولت هم هست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بر لزوم آتش بس فوری تاکید کرد. پاکستان، هند و روسیه بر حمایت کامل از روند صلح و ایران بر خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان. محمد جواد ظریف در سخنانی تند گفت که رویکرد نظامی برای آوردن صلح شکست خورده. او همچنین از این فرصت برای حمله به آمریکا استفاده کرد و با اشاره به حضور میلیون ها افغان مهاجر در ایران گفت که کمک های دولتش به این مهاجران با وجود جنگ اقتصادی به گفته او وحشیانه آمریکا علیه تهران قطع نشده. تعهدات مالی جامعه جهانی بحث عمده دیگر در دومین روز کنفرانس ژنو بود. کمک هایی که هرچند در تمام دو دهه گذشته ادامه داشته، اما همیشه با گزارش هایی از وجود فساد گسترده در افغانستان همراه بوده. رئیس جمهوری افغانستان امروز بار دیگر تأکید کرد که دولتش به مبارزه با فساد در این کشور متعهد است. ما باید شرایطی را برای رفاه افغانها فراهم کنیم. قواعد بازی را تعریف کنیم و نگذاریم میراث ما فساد، توزیع ناعادلانه ثروت و منازعات داخلی
و پدیده‌های مخرب دیگر باشد. آنطور که وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده، تا اینجای کار دستاورد این کشور از کنفرانس ژنو حدود 6 میلیارد دلار کمک‌های جهانی بوده، رقمی که انتظار می‌رود تا پایان روز بیشتر شود. خبری خوب برای افغان‌ها، مردمی خسته از یک جنگ طولانی در روزهایی که ویروس کرونا بار دیگر در کوچه و خیابان‌های این کشور می‌تازد. فؤاد مسیحا، بی بی سی. شجاع محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از کابل به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. ظاهراً قطع شدن آقای محسنی ارتباطشون، ما برمیگردیم. امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم با آقای محسنی بعدتر صحبت بکنیم. اما یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران میگوید اپیدمی کووید 19 در این کشور در حال فروکش کردن است. مسعود مردانی گفته تعداد مبتلایانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند در مقایسه با هفته قبل 30-40% کمتر شده. او همچنین گفته نتیجه محدودیت‌های جدید برای کاهش و کنترل کرونا حدود 3 هفته دیگه مشخص میشه. در ایران روزنامه شرق نوشته دولت برای پرداخت غرامت سرنگون کردن هواپیمای اوکراین تا 200 میلیون یورو از صندوق توسعه برداشت می‌کند. بر اساس این گزارش به دلیل محدودیت منابع ارزی دولت ایران مجبور به استفاده از این صندوق است. روزنامه شرق نوشته این تصمیم با قوانین و مقررات صندوق توسعه همخوانی ندارد. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 10 ماه پیش با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از کشف 5 مین دریایی ساخت ایران در یمن خبر دادند. به گفته فرماندهی این ائتلاف، مین‌های دریایی ایرانی کشف شده از خانواده مین‌های صدف بودند. همچنین نیروهای ائتلاف در پاسخ به حمله موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، مواضع حوثی‌ها را در حومه صنعا هدف حملات هوایی شبانه قرار دادند. در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور پذیرفته که انتقال رسمی قدرت برای روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آغاز شود. آقای ترامپ در حساب توییترش نوشته شکست در انتخابات را قبول ندارد، ولی با این حال از مقام‌های دولتش خواسته روند انتقال قدرت را آغاز کند. او همچنین گفته که شکایت‌هایش را درباره نتیجه انتخابات پیگیری می‌کند. دادگاه‌های آمریکا 10 پرونده شکایت آقای ترامپ را تاکنون رد کردند. ما برگردیم به خبری که در مورد کنفرانس افغانستان که در ژنو در حال برگزاری است. شجاع محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از کابل به ما پیوسته. آقای محسنی، میزان زیادی کمک‌های چندین میلیارد دلار، کمک‌های کشورهای عضو و همینطور کشورهای اروپایی، کمک‌هاشون حالا اونها متحد شدن به این کمک، اما خیلی از اونها مشروط کردند کمک‌هاشون رو به برطرف شدن فساد، برقراری صلح در جامعه افغانستان. شرایط چگونه است؟ آیا فکر می‌کنید که نگاه کشورهای اروپایی به افغانستان تغییر کرده؟ در مورد مذاکرات، در مورد نشست ژنو و کمک به افغانستان، باید گفت که متأسفانه دولت افغانستان درگیر یک عوامل شدید فساد هست که هیچ کدام از او عوامل هنوز از بین نرفته و باعث شده که اعتماد کمک کننده ها ضعیف شود. بحث اولش فساد سیاسی در دولت افغانستان است که دولت ها بعد از 2004 از بستر مشروع و تعریف شده قانونی خود بلند نشدن، بلکه با دستکاری های انتخاباتی بلند شدن و فساد سیاسی که بیشتر با عنوان زمینه رشوه سیاسی و سپردن مقامات را به قلدران محلی فراهم کرده بود در افغانستان هنوز وجود دارد. مسئله دوم که مهم است است که در افغانستان همیشه ثروت و قدرت در دست دولت بوده و تراکم هر دوی از این نیرو در دست دولت سبب بروز فساد شده. حتی زمانی که دولت خواسته کمیته های مبارزه با فساد ایجاد کنه، این کمیته را هم خود دولت علیه خودش ایجاد کرده، خودش با فساد خود مبارزه کرده در حقیقت، و این سبب شده که کارآمدی نداشته باشه. حتی گاهی وقتا کسانی در پوشش پوپولیزم و عوام فریبی بهترین شعارها را علیه فساد دادن، ولی خودشان این شعارهایشان یک حفاظ بوده برای از این که پشت سر از این حفاظ بیستن و فساد خود را پنهان کنند. چه چیزی مانع مبارزه با فساد شده؟
آنچه که مانع مبارزه با فساد میشه است که تمرکز قدرت و ثروت در دست دولت افغانستان هست که دولت افغانستان قدرت و ثروت و مقام سیاسی را به حلقاتی که حلقات شخصی و خصوصی حاکمان هست تقسیم میکنه و خودش باعث فساد میشه. مسئله دوم است که یک طبقه متوسط در افغانستان شکل نگرفته، کمک هایی که از کشورهای خارجی به افغانستان میرسه به شکل رانت است و این کمک ها ظرفیت لازم را در بروکراسی دولت افغانستان بر مصرفش نبوده، باعث میشه که جلو فساد گرفته نشه و دولت افغانستان از این کمک ها به دست سوی استفادگران بیفته. خارجی ها هم البته مقصر بودند از این منظر که کمک ها را به میل خود مصرف کردند و خیلی از کشورهای خارجی باز هم مقاماتشان و کسانی که در افغانستان بودند در فساد گاهی وقتا متهم شدند و یکی از عوامل فساد کشورهای کمک کننده هم متاسفانه بودند. ممنونم از شما شجاع محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. با چشم‌انداز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا از همین حالا قدرت‌های اروپایی رو به حفظ توافق هسته‌ای با ایران امیدوارتر کرده. وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه دیروز با هم ملاقات کردند تا با توجه به تحولاتی که در انتظار کاخ سفید هست درباره برجام مذاکره کنند. همزمان جو بایدن چهره‌هایی رو برای تیم سیاست خارجیش معرفی کرده که برخی از اونها در گذشته از چهره‌های کلیدی در مذاکرات منتهی به برجام محسوب می‌شدند. کیوان حسینی گزارش. اروپایی ها از حالا در تدارک اقداماتی هستند تا بتوانند برجام را حفظ کنند. آن هم در حالی که هنوز نزدیک به 60 روز به آغاز کار دولت بعدی ایالات متحده باقی مانده. اینجا ویلایی در نزدیکی برلین است. میزبان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، و میهمانان ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، و دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا. این سه نفر در کنار اتحادیه اروپا در دو سال گذشته سد دنیای غرب بودند در مقابل دولت دونالد ترامپ برای از بین بردن توافق برجام. و حالا گویی در پی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، این مقام‌های اروپایی خود را در آستانه موفقیت نهایی می‌بینند. بر اساس بیانیه‌ای که بعد از این جلسه منتشر شد، از ایران خواسته شد تا بار دیگر اجرای تعهداتش در برجام را از سر بگیرد. همزمان گزارش‌هایی به نقل از دیپلمات‌های اروپایی منتشر شد که نشان می‌داد آنها به حل و فصل ماجرا بسیار امیدوارند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، اروپایی‌ها اطمینان دارند که رویکرد دولت بایدن به برجام رویکردی سازنده خواهد بود. نگرانی اصلی اروپا هم اینجاست. از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران که در برجام محدود و در مواردی ممنوع شده بود، اما خروج آمریکا از برجام موجب شد تا دوباره به دغدغه قدرت‌های اروپایی تبدیل شود. امید به حفظ برجام توسط دولت بایدن در مقاله‌ای که توسط کاترین اشتون منتشر شده نیز بازتاب داشت. خانم اشتون مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود و این مقاله را همزمان با جلسه وزرای خارجه اروپایی در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر کرد. من به مذاکرات برجام کمک کردم و این هم توضیح این که چگونه جو بایدن میتواند آن را زنده کند. کاترین اشتون با این عنوان توصیه هایی را برای دولت بعدی آمریکا فهرست کرده تا بتواند برجام را نجات دهد. اول، حمایت از تیم دیپلماسی با درخواست تشکیل جلسه گروه 5 به علاوه 1 توسط اتحادیه اروپا. دوم، تاکید بر اینکه برجام از ابتدا قرار نبوده تنها توافق میان ایران و قدرت‌های جهان باشد و به توافق‌های بیشتری نیز نیاز است. و سوم، تقویت پایه‌های برجام در آمریکا از طریق تبدیل کردن آن به یک پیمان بین‌المللی و جلب همراهی کنگره این کشور. I am the son of refugees. و در نهایت وقتی دیروز نامزدهای جو بایدن برای پست‌های سیاست خارجی و امنیت ملی اعلام شد، احتمالاً بسیاری از دیپلمات‌های طرفدار برجام در اروپا در پوست خود نمی‌گنجیدند، چرا که عملاً کسانی این تیم را تشکیل می‌دهند که خود از معماران برجام محسوب می‌شوند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشنهادی آقای بایدن، در دو سال گذشته بارها از خروج آمریکا از برجام ابراز ناامیدی کرد و به صراحت تأکید کرد که طرفدار این توافق و حفظ آن است. On the threshold of having the capacity very quickly to develop a nuclear weapon. حتی استدلال آقای بلینکن نیز دقیقاً همان استدلالی است که در دو سال گذشته از سوی قدرت‌های اروپایی مطرح شده، اینکه بدون برجام ایران در آستانه رسیدن به ساخت سلاح هسته‌ای قرار می‌گیرد و بعد غرب باید برای مقابله با وضعیتی بسیار پرتنش‌تر و پیچیده‌تر در مقابله با ایران تصمیم‌گیری کند.
جیک سالیوان چهره جوانی که به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور انتخاب شده نیست، اگرچه در سطح بین المللی چهره شناخته شده ای نیست، اما مذاکره کنندگان ایرانی او را خیلی خوب می شناسند. We had real doubts until we walked into the room about first would they show up at all. آقای سالیوان کسی است که در تیر ماه سال 91 در نخستین جلسه مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا که با میانجیگری عمان برگزار شد با طرف ایرانی ملاقات کرد. ملاقاتی که در نهایت به مذاکراتی جدی تبدیل شد و ظرف 4 سال با برجام به ثمر نشست. آمریکایی‌ها 2 سال است که این میز را ترک کردند. میزی که تمامی اعضای برجام دور آن نشستند. و حالا در این کشور کسانی به قدرت رسیدند که در تبلیغاتشان میگویند آمریکا به پای میز مذاکره برگشته. تحولی که دست کم باقی حاضرین دور میز را خوشحال خواهد کرد. کیوان حسینی، بی بی سی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز در سخنانی درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکره احتمالی در این زمینه تردید دارد. آقای خامنه ای افزایش فشارها بر ایران به ویژه در سالهای اخیر را جنایت خوانده و گفته آمریکا و اروپا هر دو در این قضیه شریک جرم هستند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدواری به لغو تحریم‌ها در محافل سیاسی ایران بیشتر شده. تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم. این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره اما خوش عاقبته. بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بود. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی، از پاریس به ما پیوسته تا در این باره صحبت بکنیم. آقای رحمانی، به نظر می‌رسید که گزینه مطلوب حاکمیت در ایران جو بایدن باشه، ولی امروز از صحبت‌های آقای خامنه‌ای حداقل در ظاهر چنین بر نمیاد. ببینید، گزینه اتفاقا مطلوب حکومت ایران چه اصلاح طلب چه اصولگرا همین آقای بایدنه. منتخب دو طرف با ادبیات خاص خودشان حرف میزنن. برای مردم، بخش مردم ایران هم این گزینه خوبه ولی مطلوب نیست، چون زورشان کم تره. آقای خامنه ای میدانه گفتگو با برگشت آمریکا به برجام خود به خود شروع میشه، این رابطه حل شده. خب و اصل میمانه چانه زنی دو طرف. در این چانه زنی آقای خامنه ای میخواد هم جناح مقابل پشت خودش بکشه هم چیزی به مردم نده. این بار این بار مذاکره با برجام فرق داره. برجام یک صحنه اجتماعی ایجاد کرده بود که آقای روحانی با رفتار غلط داخل خودش دیگه، این مردم الان فقط دارن میخوان یک نفسی بکشن، چون واقعا ترامپ بیشتر از که حکومت آبلمبو کرد، مردم ایران آبلمبو کرد، به خود طبقه متوسطه. به خاطر آقای خامنه‌ای با ادبیات خواست خودش حرف میزنه. و وقتی اینطور صحبت میکنه، عملا برخی میگن که میخواد راه رو باز بذاره که در آینده اگر این مذاکرات هم به نتیجه نرسید بگه خب من هشدار داده بودم. چقدر اونطور میبینید و اون گروه طرفداران آقای خامنه ای این صحبت ها رو چطور میبینن؟ ببینید، این آقای خامنه ای و کلان آدمایی که دیگه از حد خودشون بالاتر میزنن، یه سبک فراتر از جامعه، فراتر از ایدئولوژی، فراتر از مکتب، فراتر از تشکیلات وای میستن، دیگه هیچ وقت گناهکار نیستن. که اگه اشتباهی هم پیدا کنه میگه رهبر خوب بود، رهبر تنها بود، ما نفهمیدیم. این که تضمین شده است. آقای خامنه ای سازمانگر خوبی هم هست، اینطور به ضرر مردم. این واقعیتی. آقای خامنه‌ای که سازمانگر خوبی هست نسبت حتی به هاشمی. این سازمانگر از الان داره یه چیدمانی میکنه که این در این گفتگوها امتیاز بگیرد برای حاکمیت، از این طرف که روح مردم هم زیاد نشه، یعنی جامعه مدنی که تحت فشاره. برای امثال من اینه که این مذاکرات چی به مردم میرسونه. به این خاطر میگم برای مردم ایران خوب بود ولی مطلوب نبود. به اومدن بایدن برای جهان مطلوب، برای اون جهانی که ما میشناسیم، خب بعضی کشورها، ولی حکومت ایران هم اتفاقا مطلوبه، چون خلاصه یک فشار گرم میاد بیرون، امتیازاتی بهش خلاصه داده خواهد شد. حالا اینجا ببین ما چی میدونیم، به مردم چی میرسه بحث. آقای خامنه ای دو تا کار میخواد بکنه، به این مردم چیزی زیاد نرسه به مفهوم شخصیت شهروندی، دو در این مطابق اون شناختی که از غرب داره چانه زنی بدونه بکنه. ممنونم از شما آقای رحمانی، ببخشید وقت بیشتری نداریم. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی، از پاریس.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر حکومت ایران برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اعلام نامزدی کرده. آقای دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران و اولین کسی است که برای نامزدی در انتخابات پیشرو رسما داوطلب شده. پوریان ماهرویان همکارم اینجاست تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. ما هفته پیش هم از یک نظامی دیگه شنیده بودیم که مردم نترسن، نظامی‌ها دارن میان که اعلام نامزدی بکنن و حالا فهمیدیم که آقای دهقان اولین کسی است که ظاهرا این کارو قرار بوده، از قبل میدونستن که احتمالا او این کار رو قرار بکنه. بله، آقای دهقان در واقع مطرح ترین نظامی بود که اسمش شنیده میشه که وارد عرصه انتخابات میشه و رقابت میکنه. این که خیلی هم داغ شده در واقع چیز این اتفاق قبلا هم افتاده، دست کم در 5 دوره اخیر در این مقطع چند ماه مانده به انتخابات نظامیهای زیادی داوطلب بودن، حتی نظامیهای سابقی که در کارهای نظامی داشتن وارد انتخابات شدن. چیزی که الان خیلی موضوع رو داغ‌تر کرده و برخلاف گذشته است اینه که در اون سمت، یعنی آدم سیاسی که نزدیک به اصلاح طلبا یا میانه روها باشه، کسی دیده نمیشه که بتونه جلوی نظامی‌ها بتونه قد علم کنه، پیروز بشه و باعث بشه که مشارکت مردم افزایش پیدا کنه. هنوز مردم میگن که خیلی‌هاشون میگن که ما رأی نمیدهیم، ولی باید کسی بیاد مقابل آقای هر نظامی دیگه که میاد بتونه پیروز انتخابات بشه. ولی این دفعه یه ذره حتی سیاسیونی که نزدیک به محافظه میانه راه هم هستن یکم نگران شدن. مثلا آقای مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که طبیعی نیستش که یک نظامی رئیس جمهور این کشور بشه، یه عمل غیر عادیه. و این نگرانی و ترسی که آقای کوثری که هفته پیش هم صحبت کردیم که نترسید نظامی‌ها دارن میان، تایید میکنه، میگه که نظامی‌ها معمولاً از طریق انتخابات روی کار نمیان و از طریق دیگر که منظورش احتمالاً ممکن کودتا باشه میان سر کار. کمی هم راجع به آقای دهقان برامون بگو، او اظهار نظرهای سیاسی بیشتر بسیار کرده. بله، مشخصا راجع به مثلا برجام صحبت کرده بود، حتی قبل اینکه آمریکا از برجام خارج بشه گفته بود که آمریکا جرأتش رو نداره که از برجام خارج بشه، یا ممکنه یک چوب لای چرخ برجام بزنه ولی خارج نخواهد شد. ولی اصولا موضع آقای دهقان مثل تمام فرماندهای نظامی نزدیک به آقای خامنه ای اینه که مقاومت میکنیم، مقابله نظامی میکنیم و فرقی با فرماندهای نظامی دیگه نداره. ممنونم ازت پوریا ماهرویان همکارم جدا هستیم. کامبوزیا پرتوی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستانی در تهران درگذشت. همسر آقای پرتوی با تایید این خبر گفته که او برای عمل جراحی قلب به بیمارستان مراجعه کرده بود که به بیماری کووید 19 مبتلا شد. آقای پرتوی 65 سال داشت و قرار است بدون برگزاری مراسم در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شود. روسیه اعلام کرده که 2 دوز از واکسن کرونا تولید خودش رو با بهایی کمتر از 20 دلار عرضه خواهد کرد. این واکسن که نامش اسپوتنیک است، در صورت تولید و عرضه ارزان‌تر از واکسن شرکت‌های آمریکایی و گران‌تر از واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد در بریتانیا خواهد بود. روسیه میگوید این واکسن در آزمایش‌ها موفقیتی 95% داشته و می‌خواهد بیش از 1 میلیارد دوز از آن تولید کند. کتابخانه دانشگاه کمبریج در انگلستان گفته که 2 دفترچه حاوی دست‌نوشته‌های علمی چارلز داروین احتمالاً به سرقت رفتند. این 2 دفترچه آخرین بار 20 سال پیش، زمانی که قرار بود از آنها عکاسی شود، دیده شدند. یکی از این 2 دفتر حاوی طرح مشهور درخت زندگی است که نشان می‌دهد او روی منشأ گونه‌ها کار می‌کرده. گزارشی تازه نشان می‌دهد که افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر صنعتی، به ویژه متامفتامین یا شیشه، در جهان است. این کشور در حال حاضر تولید کننده بخش عمده‌ای از هروئین جهان هم هست. اما اداره نظارت بر مواد مخدر اتحادیه اروپا هشدار داده که تولید شیشه می‌تواند حتی به تجارت بزرگتری برای قاچاقچی‌های مواد مخدر در افغانستان تبدیل شود. سکندر کرمانی گزارش می‌دهد. اعتیاد و بدبختی زیر این پل در غرب کابل. مواد مخدر زندگی خیلی ها را نابود کرده. برای سالها مصرف هروئین مشکل اساسی در اینجا بود، اما حالا خیلی ها به مواد ارزانتری روی آوردند. شیشه واقعا اگر زیر پل بورین ببینین، هیچ جای آدم نه، جای مزرعه میخوان
دراد مجلس ما شم جای سگ نیست اونجا. شیشه بسیار کم میزد مردم. حالا ذخیره دیگه اینا لیدنی می 3-4 سال دیگه شیشه زیاد شده. بازوام کلا طبقه جوان. افغانستان در حال حاضر بخش اعظم هروئین جهان را تولید می‌کند با استفاده از این خشخاش‌ها. حالا به سرعت به تولید کننده عمده شیشه تبدیل می‌شود. یک ماده مخدر دیگر که شدیداً اعتیادآور است و غیر قانونی. تولید شیشه وقتی رونق گرفت که معلوم شد این گیاه که در افغانستان فراوان است می‌تواند برای تولید ماده اصلی شیشه یا افدرین مورد استفاده قرار گیرد. افغان‌های کم درآمد در مناطق روستایی در جایی مثل این آن را تولید می‌کنند و می‌فروشند به کسانی که آن را تصفیه می‌کنند تا به شیشه تبدیل شود. یک تیم تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای افزایش تولید افدرین را دنبال می‌کند. آنها فقط در یک منطقه بیشتر از 300 آزمایشگاه پیدا کردند. The realization that you could produce methamphetamine from a wild crop. فهمیدن اینکه میشه از یک گیاه وحشی در کوه ها شیشه درست کرد بازی رو عوض کرده. شما از استفاده داروهای وارد شده با قیمت زیاد یه دفعه میرین به سمت یه ماده ارزون که در طبیعت رشد میکنه و درست کردنش هم ساده است. در گذشته آمریکا مکانهایی را که مزنون به ساخت افدرین در افغانستان بود هدف حمله هوایی قرار میداد چرا که طالبان از این آزمایشگاه ها مالیات می گرفتند. اما این آزمایشگاه ها خیلی راحت دوباره ساخته می شوند. محموله های شیشه که احتمالاً در افغانستان تولید شده اند حتی در کشورهایی مثل استرالیا هم کشف شده. اینجا محموله ای از شیشه که در بطری های آب معدنی حل شده به ارزش بیش از 15 میلیون دلار کشف شده. طبق دیده ها و تحقیقات ما میزان شیشه که از افغانستان و کشورهای اطراف آن وارد می شود زیاد شده. تحقیقات آزمایشگاهی که شما روی این مواد انجام داده اید آیا نشون میده که در تولیدشون از گیاه افدرین استفاده شده؟ همه نتایجی که از توقیف شیشه داریم نشون میده که اونها از گیاه افدرین ساخته شدن. روشنه که اینها اطلاعات مهمیه برای ما. شیشه افغانستان هرچند ممکن است به سراسر جهان صادر شود اما اینجا هم بیچارگی آورده و ادامه بی‌ثباتی به این معناست که میزان تولید شیشه و در نتیجه تعداد زندگی هایی که تباه می شود افزایش پیدا می کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.